در هفته گذشته خبری رسانه های مختلف رو درگیر خودش کرد که مرتبط بود با اهل سنت ایران این خبر اونقدر عجیب و غریب بود که رسانه های غیر فارسی زبان خبرش رو منتشر کردن گرچه شخصی که این صحبت رو کرده بود شخص خیلی مطرحی نبود و اصولا در خاورگذاره های بین المللی این جور خبرها منتشر نمیشه به صورت گسترده اما حجم اتفاق جوری بود که این خبر رو خیلی بهش پرداختن امروز میخوام این مقدار عقیدتی به این قضیه بپردازیم ما از ابتدای انقلاب تا الان به صورت متوسط سالانه یک و نیم مسجد یعنی یک مسجد و نیم از مساجد اهل سنت تخریب شده یا تغییر کاربری اجباری داده شده مثلا به فضای سبز تبدیل شده مثلا به حسینیه تبدیل شده و مثلا به موزه تبدیل شده گرچه مسجد قدیمی هم نبوده یعنی درونش فسایل گذاشتن که مردم بیان ببینن اونها رو و لذت ببرن علت این قضیه چی هست اینکه این مساجد به این سادگی تخریب میشه یا تغییر کاربری داده میشه چی هست آیا ما در قبل از انقلاب هم همچین اتفاقاتی رو داشتیم در کشور عزیزمون ایران در حالی که شیو سنی داشتن به خوبی در کنار هم زندگی میکردن آیا مسجدی خراب میشده؟ آیا مسجدی تغییر کاربری اجباری داده میشده؟ همچون اتفاقاتی رو داشتیم گنم ما آمارها در این مورد مستند هست و طبق آمار ما از ابتدای انقلاب تا این چهل سال چهل سالی که گذشته به صورت متوسط یک و نیم مسجد گرفته شده خراب شده یا تغییر کاربر داده شده بعضی از اونها مثل مسجد شیخ فیض به خاطر اینکه ادعی ای را از, توی مسجد گرفتن زندان کردن امام مسجد کشته شد خیلی سرصدای بیشتری داشت بسیاری از اونها هم سرصدای کمتری داشت به خاطر اینکه فقط مسجد پلم شد در آخرین مورد بزرگترین مسجد اهل سنت ایران که تازه ساخته شده یا میتونم بگم اجران ساختش تموم هم نشده مسجد مکی از طرف یک نهاد رسمی یا یک شخص از نهاد رسمی که مشاور آقای روحانی هم محسوب میشه به عنوان مرکز فساد خونده میشه و به صورت توییت کلی سرصدا میشه حالا علت این انظر عقیدتی چی هست یعنی ما میخوایم میدونید موضوع برنامه سیاسی نیست اصلا ما کار به سیاست نداریم در این برنامه از نظر عقیدتی برگردیم به قرآن ببینیم چرا این آقایون با مساجد مشکل دارن ببینیم که حتی برادران اهل تشیع وقتی میرن در کشورهای مثل مثلا در حرمین در مکه و مدینه به راحتی نماز میخونن مشکلی ندارن با نماز خوندن توی مسجد اهل سنت یا تو مسجد الحرام یا تو مسجد النبی یا در شهرهای اهل سنت میبینیم که برادران اهل تشیع وقتی میان توی مساجد راحت نماز میخونن در کشورهای اسلامی میبینیم که شیعیان میان پشت سر اهل سنت نماز میخونن مسئله از این قبیل نداره مساجد خودشون رو هم دارن عبادتگاه خاص خودشون با سه بار از در روز با اون شکل نمازی که از نظر فقهی میخونن هم دارن اما اگر بیان در مسجد اهل سنت هم مشکل ندارن اما از نظر عقیدتی فرضی چرا در ایران که قدرت در دست آخونده مساجد اهل سنت تخریب میشه یا حد حرمت میشه بهش